معترضان عراقی امروز هم در بغداد به خیابان‌ها رفتند. منابع بیمارستانی و امنیتی می‌گویند در تجمعات دیشب دست کم یک نفر کشته شد و ده‌ها نفر هم زخمی شدند. مخالفان دولت همچنین راه‌های منتهی به بندر ام قصر در نزدیکی بصره را بستند، بندری که بخش مهمی از واردات غلات و روغن از طریق آن صورت می‌گیرد. فیروزه اکبریان گزارش می‌دهد. معترضانی که روز و شب نمی‌شناسند، از یک ماه پیش در تظاهراتی ضد دولتی به خیابان‌ها آمدند و می‌خواهند دولت برود. می‌گویند از فساد خسته شده‌اند. حق و طالب اريد الوطن، اريد الوطن ان به اعتراض ملحق شدم چون می‌خوام حق و حقوقم رو پس بگیرم. ما می‌خوایم کشورمون رو پس بگیریم. من خونم رو رها کردم تا به معترضا ملحق بشم. اومدم تا آب و موز و پرتقال به خرج خودم بین معترضا توزیع کنم. اونا رو به قهرمان‌ها میدم. اونا پسرای منن. اونا از ما محافظت می‌کنن. و این میدان تحریر دیشب هزاران نفر اینجا جمع شدند. منابع بیمارستانی و امنیتی میگویند در درگیری‌های شنبه شب یک نفر کشته شد، ده‌ها نفر زخمی شدند. ساختمانی رو به میدان تحریر که به نماد اعتراض‌ها بدل شده. این ساختمان خالی حالا خانه موقت معترضان است. در تظاهرات اول اکتبر پلیس ضد شورش از بالای این ساختمان به سمت ما گاز اشک‌آور می‌زد و تیراندازی می‌کرد. برای همین ما این ساختمان رو به کنترل درآوردیم. نیروهای امنیتی چند باری تلاش کردند ما را از ساختمان بیرون کنند اما موفق نشدند. کشته‌های زیادی دادیم اما از این ساختمان خارج نمی‌شیم چون رو به میدان تحریره. و این هم تجمع معلولان در بغداد. آنها به معترضان عراقی پیوستند. حق و حقوق ما سالها به خاطر فساد مالی، اداری و حقوقی نادیده گرفته شده. متاسفانه خواسته های ما برای نخست وزیر مهم نیست. اون هم وقتی 4 میلیون از جمعیت معلولند. معترضان گاهی علیه دخالت‌های کشورهای منطقه از جمله ایران در امور کشورشان شعار می‌دهند. بعضی از منابع می‌گویند معترضان در نجف نام خیابان اصلی شهر را که 3 سال پیش به نام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شده بود به شهدای اکتبر تغییر دادند. لقد كان الاخ رئیس الوزراء رئیس جمهوری چند روز پیش گفت موافق برگزاری انتخابات زودرس است و نخست وزیر هم قبول کرده کنار برود. وعده های او اما معترضان را راضی نکرده. هزاران نفر از معترضان دیروز همه جاده های منتهی به بندر ام قصر در نزدیکی بصره را بستند. بندری که بخش مهمی از واردات غلات و روغن از طریق آن صورت می گیرد. وزیر بازرگانی عراق میگوید ادامه اعتراض ها باعث شده که تخلیه مواد غذایی در این بندر با تأخیر صورت بگیرد. در اعتراض های یک ماه اخیر بیش از 250 نفر کشته شدند. معترضان میگویند تا به خواسته هایشان نرسند در خیابان ها میمانند. خیابان هایی که گاهی جای سوزن انداختن در آنها نیست. فیروزه اکبریان، BBC.